دست شما درد نکنه، روزیتون پر رونق و پر برکت باشه و سلامتی. یادش بخیر، خونه ما هم حیاط دار بود. آره کباب میزدیم. چه جاله. خدا یه پاشم آویزونه. ای خدا او خدا، خودش میندازه بازی میکنه. نونو مهنوشان تولدت مبارک. نگاه کنیم پدر سوختارو. برید بیدم کنم برم بیرون خرید کنم بعد بیام. باشه موچی بچه ها رو ببر توی چیز زمین. برو گل باقالی قرنوش شکل ماهت برم. برو نونو اونجا وای نسوان نگاه کن. برو نمیتونم ببرم اتون که. نه برید تو زمین بازی کنید تا من برم براتون غذا بیارم. جان آره برم براشون غذا بگیرم. اوش نونو عزیزم مواظبشونی؟ آره؟ آخه قربونتون برم. برید پیش مامانتون. برید قرنون شکل ماهتون برم. وای خدا اون موقع بچه بودن ساختیم براشون، الان بزرگ شدن. برو گل باقالی برو تو. برو مامان برو. سلام میکنم خدمت همه عزیزان و دوستان گرامی، امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. امروز راستش رو بخواید یکی از شما عزیزان از کرمانشاه تشریف آورده بودن نوشهر. البته یک هفته ده روز اینجا بودن و من اصلا خبر نداشتم. گذاشتن آخر به من زنگ زدن تماس گرفتن که خاله من نوشهرم دلم میخواد ببینمه. مانای عزیز از کرمانشاه. بعد دیگه بهشون گفتم که خب تشریف بیارید منزل و اینو. هر کاری کردم گفت نه من نمیخوام زحمت بدم. گفتم بابا چه زحمتیه، من به خدا تو خونه راحتم، شما تشریف بیارید. هر کاریش کردم گفت نه. من دخترم یه دوره داره برای آرایشگری، اومدیم اون دوره رو ببینه، بعد دلم میخواد شما رو هم ببینم. مانا جون قبلنم برای من زحمت کشیده بودن از کرمانشاه، شیرینی، روغن کرمانشاهی، یه کادوی عتیقه خیلی قشنگی یادتون باشه نشون دادم، اینا رو برای من پست کرده بودن. دیگه خلاصه بهش بودم بابا آدرسم داری پاشو بیا اینا. گفت نه شما بیا آرایشگاه همدیگه رو ببینیم. دیگه خلاصه امروز قرارم این شد که من برم آرایشگاه و مانا جون رو ببینم. بعد نزدیک آرایشگاه که رسیدم به مانا زنگ زدم که شما بیا پایین که دیگه تو آرایشگاه مزاحم نشیم، بریم بیرون یه چایی یه قهوه چیزی با هم بخوریم. دیگه خلاصه مانا جون که اومدیدم که یه دختر 10 ساله نازنینم همراهشه که من گفتم که ایشون داره دوره میبینه. گواره گفتم چی جالب اینقدر با سن پایین. گفت دوست داره این رشته آرایشگری رو و خیلی علاقمنده، دلم خواسته که زود شروع کنه. دیگه خلاصه جاتون خالی رفتیم چای باقلوا بخوریم. باز دوباره اونجام هر کاری کردم، مانا خانم نذاش من حساب کنم. باز به هر حال بهش گفتم اومدین شهر ما، شما کرمانشاهی چقدر زور بگیم. اومدی شهر ما، من میزبان شما، چرا این کارو میکنی؟ آخر نتونستم که مانعش بشم. خلاصه جاتون خالی یه چای باقلوا خوردیم و برشون گردوندم آرایشگاه. تفتی برای منم زحمت کشیده بودن، یه کادوی خیلی قشنگ برام آورده بودن، حالا نمیدونم از خود کرمانشاه یا از همینجا خریداری کردن. یه دونه مانتوی خیلی خوشگله که از این به بعد تو تن من میبینید این مانتوی خوشگل و این شکلیه. بعدم این که خیلی خوشگله، خیلی
نه خودم مانتو مشکی کم میدوزم، یعنی کلا رو به سمت پارچه مشکی نمیرم. پارچه مشکی میبینم خیلی، یعنی لباس مشکی میبینم دوست دارم، بخاطر اینکه خیلی کم خودم هر کاری میکنم مشکی بخرم باز برو میرم سمت رنگی. بنام یه بلیز خیلی خوشگله که برام آوردن، شده که اندازم باشه. بعد خلاصه هر کاری کردم که ایشون راضی بشن که فردا شب در خدمتشون باشی، گفت نه فردا آخرین به سال جلسه آرشگاه مانیا هست و ما بعد از اون میخواییم حرکت کنیم بریم. دیگه هر کارش کردم که فعلا موفق نشدم که دعوت منو بپذیرن، ولی امشب ما دعوت شدیم از طرف مانا جون، ویلایی که خونه ویلای دخترداییشونه، امشب شب آخرشونه اونجا. حالا برم ببینم میتونم راضیش کنم که یه شب دیگه هم به خاطر ما بمونه یا نه. فهای امشب ما دعوت شدیم، گفت اگه آقا حداد زود اومد، البته گفتن که من گفتم آقا حداد دیر میاد و لیدی هست و اینا، گفت نه اتفاقا دو تا از این شبیه لیدی خوشگلا دختر داییم داره، شما بیایید امشب اونجا دوره هم باشیم و خلاصه خوش میگذره. حالا ایشالا اگر رفتیم و آقا عداد زود اومد رفتیم، در خدمت شما هم هستم، فیلم برداری میکنم که مانای عزیز رو شما هم ببینیم. دوستتون دارم فعلا. چیه؟ آه باشه بریم بریم. لیدی بودو بودو اینجا رو مهمونی بری، بعد قابلام غذا و خدایا با این مرغا و بچه دار شد. نه تا بچه داره دیگه، همین دیگه آخر آنوادش هم. خدایا خدایا پای مرغ بختن روزی 10 تا بربری. 10 تا 5 کیلو پای مرغ. نه خوششون اومده بود نون بربری انداخته بودن واسه شون. خطت بودو که سلامو داره از زیر در میان تو. درو بزن درو. بریم بچه ها بریم بریم. بریم مامان بریم بهتون غذا بده. ای قربون اون شکل ماهتون برم. پدر از سخته ها. بودید بیرون بودید بیرون. بودید بیرون. ای جون. بیاین غذا بهتون بدم بعد ما بریم مهمونی. اول مهمونی شما. اول مهمونی شما باشه باشه شدن. باشه اندازه لیدی شدن. لیدی اصلا باهاشون سازش نداره. تیشین خیلی معروفه توی چالوس. به به بریم ببینیم چی داره خرید کنیم برای مهمونی امشبمون که دست خالی نریم. خب به به چه شیرینی‌ای واقعا رو دست لیلیه. آقا داد به نظرم از اینا بگیریم. آره شیکه برای مهمونی. نه نه اون جعبه ها رو دوست ندارم. چیزایی هم داره خیلی خوشگله. دسرش آی چه چیزایی خوشگله خوشمزهی داره. به 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 آجیلا رو همه بسته بندی شده شیک و مرتب. نبا از این کیک نارگیلی ها گرفته بودی؟ چند مدل؟ پیشنهاد خود چیز کیک تنوری. چه کیک های خوشگلی. سب کن کیک ها رو کیک ها رو باقلوه ها رو. وای وای اینا رو گرفتم. آره اینا چیه؟ شیرینی تیشین. آها شکلاتیه. بعد دورش چیزه گل محمدیه. گل محمدی. آره خب شما از همونو بگیر تا من اینجا رو. او کلوچه هم داره. باید بیام برای سوغاتی اینجا کلوچه بخرم. وای محصولات خیلی خوبه. شمالم اینجا هست. اما اقسام ترشی ها
مرباها. اگه بچه داشتیم از این بادکنک ها هم به اون میدادن. اینجا هم قسمت کافی شاپ. هم قسمت بستنی ها. دسرا. کلت ما دیر وقت اومدیم. خیلیش تموم شده. مده دو دفعه بیاییم بستنی بگیریم. یه دفعه بیاییم بستنی میریم. آره دیدم خیلی قشنگ بود. آره تا بس خب چجوریه؟ کافی که به شما میدم از اینجا چه جاله خیلی قشنگه مدر قابل توجه عزیزان خارج از کشور. ببینید که ما چه قنادیای شیک و مدرنی داریم. خیلی خوشگل. خب همون شد. مرسی. دست شما درد نکنه. من زحمت کشیدم. جیب نداشتی؟ دست شما درد نکنه. روزیتون پر رونق و پر برکت باشه و سلامتی به چرخه. این تیشین که چالوسه با شماست حدس میزدم. آره من همیشه دوست داشتم یه شعبه نوشت تیشین داشته باشه. کاش یه چیز دیگه آرزو کرده بودم. نه به سلامتی. خدا نگهدار. خدا خانوم خانوم ها چطوری؟ خوبی؟ دیدی اومد موازه بچه ها باش. خوبی مانه جان؟ به به چه ویلای قشنگی اینجا رو خریدن. دادتون سلام. اینو گفتی اون قیمت خریدن. سلام عزیز دلم. خوبی شما؟ خیلی خوبه خیلی خوبه. مبارک باشه. چه مهمونی شلوغی. چون ولش کن ولش کن بازی بازی کن. اینا حریم شونه. ببین نه نه بذار باشه آره. اینا دارن سلام علیک میکنن. آره احوال پرسی میکنن. قربونه کن برن. چقدر شبیه لیدی. این خیلی آرومه. این چون این خیلی آرومه. وای خدا این از حدت خوشش اومده. چه مهمون نوازی میکنه. حتی زیاد به بچه ها ور نرو چون لیدی حسودی میکنه. آره. من جرات ندارم از سمت بچه های دیگه برم. ای خدا ای خدا. آره این توپته چه توپ خوشگه. ولی طفل دیگه شبیه همه چی جز توپ. بندازم بری بیاری. بندازم. برو بیارش. بوده بیارش. او خودو. دیدی ببینه چه حسودی بکنه. بندازم. نه من. برو بیارش. قرونت دارم. دیدی اینقدر تنبله. مثلا هم سکاشو برده میگه دنبال من بودو. او خسته شما. ولی خیلی دوست دارم که میگن بریم تو پا ما رو بیار. برو. آها. بوده بگیرش. آنه. بندازم. برو بگیرش. ایچون کپولی نمیتونه بیاد. بپر بالا. آها. بگیرش. بندازم. برو بگیرش. ایچون خدا نمیتونه بپر بالا. تو چی میگی خوشگل خانوم؟ وای خدا کی فکر میکنه که تو دختر این بلک خانوم باشی. نونو چه دختر خوشگلی. اسمش چی بود دخترش؟ آنیسا. بعد خود مامانه؟ نیکا خانوم چه خوشزا بودی تو. آخ خدا این صداش خیلی بامزه است. آره چیچون آنیسا پارس کن. آخ خدا آها نه دیگه قدرت نماییشون تموم شد.
بیان چی صدا کن صدا کن دیدی خیلی بیا بزن میخواد بیاد پایین واسه بیا بودو بازی کن بودو 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 بالا بودو بازی کن بودو ای خدا ای خدا او خدا خودش میندازه بازی میکنه نونو نونو رفت واسه من آورد آه افتاد لیدی برده بازی کن لیدی نه به خودی نیست که اینا بعد یه مدت با هم سازش میکنه بیا بودو بگیرش بودو بگیرش نکن بودو من عاشق صدای این شدم خیلی بامزه است آخه من از واق زدن سگا اصلا خوشم نمیاد همیشه بودم لیدی اگه واق میخواست بزنه اصلا من نگهش نمیداشتم ولی این خیلی بامزه است خیلی آدم دوست داره صدا کنه نونو رفت نشست قربونت برم آره میره برای من بازی کنیم بازی کنیم بودو بگیرش بودو بگیرش بودو 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 اون زیر پایی هم مشکیه بشینی رو اون پیدا نیستی چی لیدی چی؟ چیزه کباب پزی همیشه تو خانواده با ایشونه چون خیلی صبوره بعد باعث میشه که آره کباب درست کردنش خوب در بیاد خسته نگه دفتن بفرمیده وردار آره چه کبابای رنگ و رنگی خیلی هم عالی جان ظرف اونو بیار قابلمه بیار اونا رو من میذارم تو سینی باشه که شما باید اونجا بکشید بذار کرده تو ماشه هرچی میخواد باشه باشه جا میشه چون اینا یه ذره زمان میداره باشه چشم آره باید اول اینا رو میذاشتی نه حالت اول مال کلید خود آها جمع یاد گرفتی حالت اول وای حالت بینجا باید چی میاری سینی یادش بخیر خونه ما هم حیاتدار بود آره کباب میزدیم ما هرچی مهمون داشتیم آره با کباب پذیرایی میکنیم ولی الان نه دیگه اصلا من برای همین واقعا گفتم خودمونی و راحت دروازه دستتون درد نکنه خیلی ممنون زحمت کشیدی خانده چه چیزایی دارین این کاجاتون خیلی قدیمی و قشنگه خیلی من دوست دارم اینطوری کاج یه سری از دوستای کرامزی هستن اینا روزی گرفتم من شما رو نجوری هستین آها آخه آره جلو باغچه رو گیره چه تختی و چه سنتی بازی ها آره این هستی ها خیلی بانمکه شدن آره واقعا به درد اون سس فلفل ها میخورن خیلی تنده اوه میگم من امسال هنوز پاپریکا گیرم نیومده دارن ها اینا میمونه وای خدا سبزم آره سبزم داره چقدرم بوتهاش بزرگ شده قشنگ نگاه کن وای اینجا رو چه فلفل خوشگلی آخ آخ اینا رو راست میگه یه عالمه سس میده اینا سس فلفل اینا چیه؟ خیلی خوشگلن نه نه بیدی بیا عوض که بخوابی میای یوتیوب خوبه دیگه عوضش همه کارهای ما رو میبینی لذت میبرم من واقعا ازتون انرژی میبرم فدات بشم کل روزم با دیدن شما عبه میبرم قربونت برم لطف داری عزیزم سلامت بشی مامان اسمت مرسی مرسی دقیقا نگاه خانواده ما شدیم سلامت بشین قربونتون برم انشالله که همیشه خوش باشید و سلامت حالا اونا بهشون بگم چیز میشن میگن آخ آخ جای ما خالی بود آره تازه رفتن تهران صدا چیه؟ قطع دینا شما درست کردی قطع ما فقط پختی فقط پختی چیدمانش اینا آره خیلی خوشگله خودشون به نحو احسن میزبانمون انجام بده سلیقه دستشون در خواهش میکنم قربونتون برم بفرم زحمت کشیدیم ظرف ها به اینا رو غذاهاشون رو وای خدا
آره به منم میگن که این غذا خوشگوار رو با غذای دیگه قاطی کنی میخورن. آره لیدی رفته بو میکنه. دست شما درد نکنه. مرسی. قربونت برم چجوری خوابیده رو پای شما. وای خدا. یه پاشم آویزونه. اونو رفته اون گوشه واسه خودش. خدایا. قهرمان ما هم که اینجا نشسته. عزیزم. خب دوستان گلم، ما دیشب از مهمونی اومدیم، جای شما رو خالی کردیم، تا اونجا که تونستم براتون فیلم گرفتم، نمیخواستم مزاحم دیگران بشم، بعدم اینکه دوست داشتم موزیک روشن باشه و اینا، چون همینطور که میدونید یه مقدار برای موزیک ما محدودیت داریم، ولی جای شما خالی خیلی خوش گذشت، خیلی شب خوبی بود. از همینجا از مانا جون و مهنوش جون عزیز که میزبان ما بودن تشکر میکنم. راستشو بخواین الان من میخوام برم آرشگاه ویود و کوچکترین میکاپ آرتیست ایرانو بهتون معرفی کنم که دختر مانا جونه، مانیا خانوم 10 ساله، علاقه خیلی زیادی به آرشگری داره و قبول کردن که فعلا دورش رو ببینه، انشالله در آینده یه گیریمور خیلی خوب و قهاری بشه. پس با هم بریم که هم آرشگاه رو ببینیم، همین که با مانا جون صحبت کنیم و ازشون خداحافظی کنیم. خب اینجا هم بلوار شهید کریمیه که دیگه نزدیک فرودگاه نوشهر. ما اومدیم آرشگاه ویوگ ببینیم چه خبره. وای خدا چه کیک خوشگلی. مهنوشان تولدت مبارک عزیزم. بابت پذیرای دیشبتونم ممنون، ولی نمیدونستیم که تولدتونه. به خدا عزیزم تولدت هزاران بار مبارک بشه. ایشالا پله‌های ترقی رو همینطوری که داری میری بالا سرعتش بیشتر بشه. قرمتون برم. زنده باشی عزیزم. مهنوش جان یکی از بهترین میکاپ آرتیست های تهران هستن که افتخار دادن یه سری فعالیتشون هم تو نوشهر آرشگاه ویوک شروع کنن و باعث خوشحالی ما شدیم. قربونتون برم، تولدتون مبارک. خانوم خوشگل شما نگه علاقه که داشته باشه، من از نوع نگاهش به مدل و خواندن کار میکنم، از نوع نگاهش میکنم که این شخص علاقه داره یا نه، فقط اومده. آره. این بچه اصلا من عجیبه، یک جوری با دقت به دست من نگاه میکنه، انگار داره همه چی رو هوا ذهن زبط میکنه. من اصلا خیلی برام تعجب بود که اینقدر استعداد تو این کوچولویی. من خودم کارآموز 15 سالم داشتم ولی 10 ساله که حالا نداشتی. و میدونی که اینا خیلی زود تریاد میگیرم. بله. مثل هر علم دیگه که از سن کم شروع کنی اینا هم همینطور. بله دقیقا. با بسیار با استعداده. شلو سلامتی قرنت دارم. اتفاقا بهشون گفتم، گفتم که رشته رو انتخاب کردی که درش خیلی رشد هست. بله. خیلی رشد هست، خیلی زمینه پیشرفت داره، خیلی خیلی زیاد. اینم به استایلش میخوره عزیزم. از جو خوشم شبیه خارجی ها عزیزم. قدم خانوم دوست داشتنیه. قربونت برم. مانیا خانوم خوبی؟ دوست داری کاری که شروع کردی؟ مانیا اصلا چی شد که شروع کردی به این کار؟ تصمیم گرفتی آموزش ببینی؟ خودم خیلی واقعا علاقه دارم را اشتری و اینکه کلن زندگی که مثلا دومانم به از مولان زندگی باشم. سلام عزیز. اونه مثلا کلن جزء علاقه های خیلی بالاته. نه خیاطی دوست نداری؟ نقاشی؟ موزیک؟ نه. ولی میبینی که بهترین حس خوب رو از آرایشگری میگیری. نه؟ من کار کردم با مو رو دوست نداری. فقط رو صورت. فقط رو صورت. منوشان چقدر به نظر شما چند سال طول میکشه تا هم پای شما بشه؟
بستگی به استعدادش داره دیگه. با این سنی که داره اگه شروع بکنه خب اساسش باید درس هم بخونه. بله دیگه بله. مدام کار بکنه. بکنم دو سال خیلی کورش. کورش دو سال دیگه. که تکمیل بشه. مدرس بره دیگه. به به. بخیه حسابی به هنر مهنوش خانوم ایمان داریم. قربونت دارم. موفق باش عزیزم. قربونت برم. خب عرس خانوم ما مبارک باشه. عرس خانوم به سلامتی. خب خانم خانم با دقت کامل خیلی خانم 60 ساله داریم 65 ساله داریم 10 ساله داریم 20 ساله داریم عزیزم خانم ها همیشه دلشون جوانه. مدرسشون من 12 13 سال پرش اگه نشه. همچنان مشغول عروس خانم هستن. ما میریم که بقیه سالنم ببینیم. سالن خیلی بزرگ و خوبیه که کارهای مختلف توش انجام میشه. ذهنشون اینقدر آماده است که نیست. به به خوب شد. عالی شد. قربونتون برم. مرسی. خب عزیزان این هم از ویدیویی که براتون تهیه کرده بودم. امیدوارم خوشتون اومده باشه.
برای من که شب لذت بخشی بود. اصلا این ویدیو خود به خود جمع و جور شد، خیلی خیلی برای خود منم سورپرایز بود که شما فکر کنید که ماناجو ما هم تماس بگیرن، قرار بذارن با هم بریم بیرون، بعد دوباره شب هم دیگه رو ببینیم. خلاصه برنامه طوری شد که همه چی جفت جور شد و ما تونستیم در کنار هم لحظات خوش رو داشته باشیم. از همین جا هم از مهنوش عزیز، از زندایی مانا جون، از مانا و مانیا خانوم عزیز و آقا کمال همسر مانا جون و همه دوستان و مهمونه دیگه تشکر میکنم بابت این گرده همایی و این شب نشینی که خیلی خیلی به ما خوش گذشت. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. آرایش کنم که فردا صبحش قرار داشتیم با مانا جون و مانیا خانم گلمون که بریم برای برنامه‌هایی که قرار بود اتفاق بیفته و مهنوش جانم همونطور که بهتون گفتم در آرایشگاه بیوک همکاری میکنن با بقیه دوستان. ایشون هم یکی از میکاپ آرتیست های خیلی درجه یک تهران هستن که چند وقتی هوس کردن اومدن نوشهر، انشالله که موندگار بشن. با اینکه ویلا خریدن، با اینکه اونجا مشغول به کار شدن، خیلی هم راضی هستن، ولی خب چون تهران هم کار میکنن اونجا هم هستش، خلاصه یه جورایی بین این دوتا موندن. گفتم انشالله که دلت آروم بگیره و دوست داشته باشی اینجا بمونی که ما هم بیشتر در خدمتتون باشیم. جای همه دوستان خالی بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنونم از همراهیتون، ممنونم از نگاه مهربونتون. امیدوارم که هر جا هستین خوش و خرم باشین. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگه. خدا نگهدار.